لحظه ابراز علاقه جنجالی یک زن به محمود احمدی نژاد. همونجور که میدونید محمود احمدی نژاد بعد از ثبت نامش در انتخابات ریاست جمهوری ایران الان منتظر این هست که صلاحیتش رو تایید کنن و بتونه واسه اینکه در ریاست جمهوری آینده رقابت کنه خودش رو آماده کنه. اما در همین حول و حوشی که همه منتظر این هستن که ببینن شورای نگهبان چه کسانی رو صلاحیتش رو تایید میکنه و چه کسانی رد صلاحیت، محمود احمدی نژاد از صبح امروز در حضور عجیبی که بین مردم داشت اتفاقات حاشیه سازی مثل اکثر مواقعی که در بین مردم شرکت میکرد داشت و توی جدیترین و عجیبترین اتفاقی که واسه محمود احمدی نژاد توی این حرکت خودش داشت این بود که یک زن پیدا شد و به محمود احمدی نژاد گفت تو خیلی خوشگلتر از روزهایی هستی که توی انتخابات شرکت کردی و دوره های قبل خوشگلتر شدی و بوسه ای به دست محمود احمدی نژاد. اوج حاشیه و جنجال این چند وقت گذشته رو برپا کرد. خیلی از رسانه ها معتقد بودن که محمود احمدی نژاد با حضورش خواسته مردمی بودن خودش رو نشون بده و برخلاف کسانی که تا الان کاندید شدن فقط محمود احمدی نژاد بوده که در بین مردم شرکت پیدا کرده و حضور پیدا کرده و یک جورایی خواسته دل مردم و شورای نگهبان رو ببره که اونو صلاحیتش رو تایید کنن و اجازه بدن که در انتخابات حضور پیدا کنه و بخواد دوباره رقابت کنه و شانسش رو برای ریاست جمهوری مجدد ایران محک بزنه. بهتر اول با هم دیگه قسمتی از این فیلم جنجالی رو ببینیم و برگردیم و هم دیگه ادامه ماجرا رو داشته باشیم. همونجور که دیدین این فیلم و این صحبت‌ها باستاب خیلی عجیب و غریب و حاشیه‌سازی در فضای مجازی و از صبح امروز در خصوص طرفداران محمود احمدی نژاد داشته و خیلی جالب توجه بود حرکت یک زن که اینجوری به محمود احمدی نژاد ابراز علاقه میکنه و یک جورای طرفدار محمود احمدی نژاد به حساب میومد. رفته به رفته که داریم نزدیک میشه به تصمیم گیری نهایی شورای نگهبان، کاندیداها استرسشون داره بیشتر میشه و کسانی هم قولهای بالا و پایینی به مردم دادن، از جمله قالیباف که گفته واردات خودرو رو آزاد میکنن و حتی محمود احمدی نژادی که توی جدیدترین صحبتاش که امروز انجام داده گفته که مردم لیاقت یارانه 4 میلیونی رو دارن. همونجور که میدونین یارانه از زمان محمود احمدی نژاد استارتش برقرار شده، الان خودش معتقده که باید یارانه هر فرد به 4 میلیون تومان برسه که خودش به نوع خودش جالب توجه و سوال داره که چجوری میخواد همچین کاری رو انجام بده و یک همچین مبلغی برای اقتصاد ایران چجوری ضرر و زیانش مشخص خواهد شد. اما در خصوص محمود احمدی نژاد صحبت کردیم که این روزها در فضای کلاب هاوس حسابی طرفداراش دارن رومای مختلفی رو برگزار میکنن و حسابی دارن سعی میکنن با جمع کردن امضا با هر نحو و هر صورتی که میتونن شورای نگهبان رو راضی کنن که محمود احمدی نژاد رو تایید صلاحیت کنه. 8 سال حضور محمود احمدی نژاد در ریاست جمهوری ایران به نظر میرسه واسهش کافی نبوده و قصد داره که دوباره شانس خودش رو امتحان کنه. بارها گفته در روزهای گذشته که کشور به من احساس نیاز پیدا کرده و من تصمیم گرفتم توی این بحره حساس خودم رو دوباره پیشگام مردم ایران قرار بدم و بخوام در مورد یک سری اتفاقات صحبت کنم و اجازه بدن که مناظره هایی رو انجام بدم و از پلن ها و ایده ها و برنامه هایی که در آینده دارم صحبت کنم. اما اگه فضای کلاب هاوس این مدت دنبال کرده باشید میدونید که روم های مختلفی که داره برگزار میشه از قبیل کسانی که طرفدار به نظر دو آتیشه به بالا هستن برای محمود احمدی نژاد و یک غیرت و تعصب عجیب و غریب روی کاندیدای مورد نظر خودشون دارن برای انتخابات، به نحوی که گفته شده که خواستار این هستن که دوباره جلوی در خونه محمود احمدی نژاد جمع بشن و برای حمایت ازش دوباره شعارها و اون حمایت‌هایی که روزی که محمود احمدی نژاد خواست در انتخابات ثبت نام کنه رو انجام بدن. میدونید که تنها کاندیدی بود به نظر محمود احمدی نژاد توی این دوره که با این حجم مردم و با این استقبال عجیب و غریب از دم در خونش تا به محل ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران رفتن مردم و ازش حمایت کردن و به نظر میرسه که حالا اگه به هر نحوی شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد تایید کنه و قبول کنن که اون
بیاد و در انتخابات شرکت کنه، به نظر میرسه میتونه آمار شرکت در انتخابات رو در حد خودش بالا ببره و یک جورای مشارکت رو بیشتر کنه. خیلی الان برخلاف سالیان گذشته دیگه مخالف محمود احمدی نژاد نیستن و به نظر میرسه این مدت طرفدارانش از مخالفانش بیشتر شدن و در نهایت هم ما باید منتظر این باشیم که ببینیم در روزهای آینده، که دیگه روزهای طولانی هم نیست، تقریبا 2 روز 3 روز دیگه، تصمیم نهایی شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌های کاندیداها به کجا خواهد رسید و چه افرادی میتونن در انتخابات امسال برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران رقابت کنند. خب بسم الله، خیلی بزرگواری فرمودید، لطف کردید، تشریف آوردید. روزهای قبل از ثبت نام اکثر شما تشریف آوردید و خادم خودتون رو مورد لطف و محبت قرار دادید و البته روزهای آخر دیگه کارتون به دستور دادن و فرمان دادن و اینا رسید. من که واقعا حس کردم یک خواست عمومی است و باور کردم، چون از تمام نقاطی کشور پیام میدادن، تماس میگرفتن، در فضای مجازی، غیر مجازی، تلفنی، حضوری و اینجام که هر روز عزیزان اجتماع کردن و خواستن. بنده به امتثال امر کردم و رفتم ثبت نام کردم به عنوان یک وظیفه ملی و تکلیفی که مردم بر دوش من گذاشتن. اما همونطوری که همتون استحضار دارید و بهتر از من میدانید، شرایط کشور شرایط خطیری است، به ویژه وضعیت اقتصادی از خطیر بودن عبور کرد. یعنی شرایط به شرایط بسیار شکننده است. اکثریت قاطع مردم تحت فشارهای سنگین زندگی هستند. خیلی ها در هم شکستند. خیلی ها در آستانه در هم شکستن هستند. شرایط اقتصادی به گونه ای شده که اکثریت مردم نسبت به آینده دچار تردید و سستی شدن و امکان برنامه ریزی براشون سلب شده. نمیدونن چه کار باید بکنن، چگونه باید آینده رو پیش بینی کنن، در چه مسیری حرکت کنن، چه تصمیمی بگیرن، چه تصمیمی نگیرن، آینده خودشون چی میشه، آینده بچه هاشون چی میشه، وضعیت تحصیل و بهداشت و اشتغال و مسکنشون چه خواهد شد.